به کی میخوای کون بدید؟ وایسی نه بیان بیان آموزگاه. یا امام خمینی بابا کون نه خون میخوایی بینی خون بدید. میگه خاک بر سرت دختر بیشور، سکته کرده. سلام سلام به گیمرهای عزیز، به بچه های عزیز، من وولف پلیر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو جدید. خب در این ویدیو ما قراره که به فانی ایرانیان پیکچرز بپردازیم. قراره که به عکسای خنددار ایرانی ها ما ریاکت بدیم. و بله خدمت شما باید بگم که من این عکسای خنددار ایرانی رو از اینستاگرام، نصفش از اینستاگرام پیدا کردم و بیشترش رو از خود سایت گوگل، از جستجوگر خود گوگل چیزش کردم، پیدا کردم و دانلودشون کردم. البته یه چند تا عکس خنددار هم، عکسای خنددار هم این چیزامو فرستادن. ادمینای دیسکورد اون گفته بودن که میفرستن، اصلا من بهشون گفته بودم که این عکسای خنددار رو بفرستن. من بهشون گفتم که اون عکسای خنددار رو پیدا کنن و بفرستن تو دیسکورد من که ببینم که خوبن یا نه. البته خدمت شما عرض کنم که اون عکسا فقط دو سه تاشون به دلم نشست. حالا ما واسه این که زحمات این بزرگواران ادمینمون کلن چیز نره، هدر نشه، ما هم گفتیم که اوکی. حالا من این ویدیوی قسمت اول ویدیوی عکسای خنددار ایرانی رو میذارم و تو قسمت پارت دوم هم عکسای شما رو اگه صلاح دونستم و خوشم اومد ازشون، میام توی پارت دوم عکسای شما ادمینای عزیز و گلم رو توی در واقع پارت دوم فانی ایرانیان پیکچرز توی ویدیوی دیگه هم میذارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد، خیلی خنده داره. بریم با هم فان داشته باشیم و کلی بخندیم از این عکسایی که ایرانی ها میگیرن. بریم سریع با هم ببینیم دیگه، کاری نمیشه کرد. اگه در انتها از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب و دیگه میدونید دیگه، من دیگه نگم دیگه، زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنید دیگه. مرسی، حمایت بزرگی دارید میکنید. بریم با هم این عکس ها رو ببینیم. Let's go. خب بریم سراغ اولین عکس که از اینستاگرام، بریم سراغ عکس هایی که از اینستاگرام پیدا کردم و ببینیم که اولین عکس خنددار چی هستش. اولی میگه که به اینا نگاه کنید، اینم به شما نگاه میکنم. نه خیلی جالبه، منم اولش باور نمیشد. یعنی چی این الان؟ اینم به شما نگاه میکنم. منظور این عکس رو اصلا نفهمیدم چیه بچه ها. یعنی چی اینا به شما، آره به ما نگاه میکنن، یعنی چی من نمیفهمم. والا بریم سراغ عکس دومی. عکس اولی رو نفهمیدیم منظورش چی بود. این عکس داره میگه که بله قبلا تو سال 1376 شما با 1000 تومانی کلی جنس و مواد غذایی میخریدی، کلی کالا و اجناس رو باهاش میخریدی و توی سال 1384 با 2 تومن یه ذره کمتر خریدی و با 10 تومانی توی سال 1391
اجناس کمتر و کمتر شده و اجناس خیلی کمی میخری. یعنی هر چقدر پولت در واقع زیادتر میشه و گرونتر میشه، اجناس ارزونتر و کمتری میخری، که این عکس کاملا با شرایط امروز جامعهمون واقعا یکی هستش. تورم رو داره نشون میده بچه، یعنی داره میگه که شما هر چقدر پولتون زیاد میشه و هر چقدر دلار در واقع بالا میره و شما باید پول زیادی کار کنید و پول زیادی در بیارید، در واقع هر چقدر پولتون وقتی گرونتر میشه و پولتون زیادتر میشه و رقمش میره بالا، و یعنی در واقع رقم پولت که میره بالا در واقع ارزش پول میاد پایین و شما حتی یه چوب کبریت هم نمیتونید بخرید. بله، کاملا با شرایط امروز جامعهمون این عکس صدق میکنه این موضوع واجبش. عکس خنددار سوم میگه تنبلی یعنی تا این حد. سرشتان به داداشم هم میگم برو آب بیار، میگه خفه شو من خودم دارم از تشنگی ماست میخورم. یعنی بله دیگه، یارو کاملا تنبل بوده و حتی حوصله نداشته واسه خودش ماست بیاره. چی؟ واسه خودش آب بیاره. ماست چیه؟ واسه خودش آب بیاره، چه برسه به داداش کوچیکش در واقع رسیدگی کنه و واسه اون آب بیاره. تنبل نباشی بچه، هیچ وقت تنبل نباشی. عکس بعدی، دنبالان شما رو خریدانی. وات؟ شما تماسش هم پایینش گذاشته. یعنی چی دنبالان شما رو خریدانی؟ مزه شنبوله؟ مزهش دودوله چیه؟ ببخشید ساسور نداریم توی این ویدیو، ولی دنبالان انگار جمع دودوله. لطفا زیر کامنت به من نگید، زیر کامنت نمیخواد بگید. یعنی چی دنبالان شما رو خریداریم؟ من نمیفهمم منظور این عکس رو، نمیفهمم. باش بریم بعدی. بله به به، داداشمون اومده هزاری و دو هزاری رو به هم چسب زده و اسکناس 3000 ازش ساخته. چه خلاق بوده این داداشمون، ولی در پاسخ به این داداشمون باید بگم که داداش شما این کارو کردید و رقم رو بردید بالا و هزاری و دو هزاری رو به هر چسبوندی شده 3000 تومن، اسکناس 3000 ساختیه، ولی در واقع این پول رو اگه شما هر جایی ببرید قبول نمی کنن، حتی بهت یه چیپس هم نمیدن، یه خلالی هم بهت نمیدن، آب نبات هم بهت نمیدن. تو با این پول میخوای چی بگیری؟ فکر نکن جایی قبول کنن داداش. یه خلاقیت دیگه به خرج بده، یه کار دیگه بکن که واسه یه سربلندی پول ایران یه کار دیگه بکنیم. این کاری که کردی اصلا به نظرم جواب نمیده الان توی مملکت. شما پول تقلبی بدید سریع گرفتنت، سریع زیر ذره بین رفتی، چه برسه شما یه پول پاره که دوتا اسکناس رو به هم چسبوندید. یه راه دیگه کلن انتخاب کن داداش، این جواب نمیده. یعنی شما با این نمیتونی چیزی بگیری قطعا. عکس بعدی، بله شیر و خورشید ایرانه که چه پرچمی داشتیم، پرچم شیر و خورشید بهترین پرچم ایران بود، نشون دهنده اقتدار کشورمون بود، ولی اینجا توی این عکس داره میگه که شیره رفته مثلا الان داره مثلا قلیون میکشه و داره بدبختی جامعه رو نشون میده که نصف افرادمون توی کشورمون متاسفانه معتاد هستن و شیرم انگار مثلا قلیون کشیده و معتاد شده.
یعنی داره میگه که معتاد تو کشورمون خیلی زیاده. اون شمشیرم حالا نمیدونم توی عکس پرچم قبلی بود یا نه، اون شمشیرم اگه نبود الان اینجا گذاشته، این شمشیر حکایت از جنگ و اعتراضات و اینجور چیزا داره ظاهرا، نمیدونم. ولی شمشیر حکایت از جنگ فکر کنم توی این عکس. عکس بعدی میگه وقتی سر جلسه امتحان اولین نفر پا میشی و برگت رو تحویل میدی، درست همین جوری، مثلا تمام سوالات رو خوندی، همه درس رو بلدی و مثلا پا میشی اولین نفر میری برگت رو میگی و با اقتدار و با غرور راه میری که مثلا به بچه های دیگه، مثلا هم کلاسی ها نشون بدی، یا مثلا به استاد و مراقبا نشون بدی که ببین من همش رو بلدم و همش هم پاسخ دادم و اولین نفرم دارم برگر رو تحویل میدم. کاملا اینجوریه، درسته، با این میمی که گذاشته موافقه. عکس بعدی میگه تو به من رأی میدی، از چشات معلومه. بله، یعنی اینجوری با این تبلیغات داره عمل میکنه که تو یعنی باید به من رأی بدی، یعنی این نوشته داره میگه تو باید به من رأی بدی، اصلا غلط میکنی، گوه میخوری اصلا به من رأی ندی. یه گوه میخوری به من رأی ندی خاصی تو چشمای این متن دارم میبینم. جالب بود، آفرین. خب ببخشی بچه ها، این عکس یه ذره سانسور باید بشه، به صورت تصویری سانسور کردیم ولی به صورت ویس نمیتونیم سانسور بدیم. میگه اول سلام کرده، بعد گفته من و مامان میخوایم بریم، ببخشید، من و مامان میخوایم بریم کون بدیم، کلیت تو جای کفشیه؟ و میگه چی؟ به کی؟ کجا؟ یا نمیدونم آدرس رو، مامان میدونه. وایسی تا منم بیام. میگه نگران نباش، چرا؟ جایی نرید. و دوباره پرسیده چرا؟ ما تو راهیم، تو راه پله ها. به کی میخوای کون بدید؟ وایسی منم بیام، بیام بستم. یا امام خمینی بابا کون نه، خون. میخوایم بریم خون بدیم. و میگه خاک بر سرت دختر بیشور، سکته کردم. تو بگی زد واقعا یه دونه حرف که و خیر رو با هم اشتباه دارید، نگاه کن کل زبان فارسی اصلا از این رو به اون رو میشه، از این رو به اون رو میشه. بله این عکس هم ببینید، دکمه پیرنش بازه و نافش زده بیرون و اون ناف مثل چشم اون عکسه میمونه که اینو شبیه مثلثیه و نافش شبیه چشمه. درده تو سرویس هرکی این عکس رو درست کرده. بخبر بازم یه خلاقیت دیگه تو کشور خوبمون ایران. به با آفتابه قلیون میسازن بچه ها. این دوستمون قراره که یه مغازه بزنه، برید قلیوناتون رو از اونجا بگیرید، دیگه نیازی نیست پول بالا بدید قلیون مجلسی و شیک بگیرید، شما میتونید در واقع از قلیون این داداشمون استفاده کنید. به به آفتابه رو یه شلنگ زده به اونجاش، یه در واقع یه دونه جازوغالی هم گذاشته بالاش و از قلیونش کرده. به به پیکنیک هم رفته. دمت گرم داداش، خوش باشی. فقط یه مشکلی که داره، شما دیگه از این قلیون دست نمی کشید بعدها، به دلیل یه بیماری که اسمش اعتیاده، دیگه شما از اون اعتیاده رهایی نداری. ولی آفرین، خیلی خیلی چیز خوبیه، خیلی فکر خوبیه، خلاقیت به خرج دادی. دم دوستمون گرم، دمش گرم.
بله این عکس هم نشون میده که بله پاهای خانومه چاقه و کلن خانومه فکر کنم چاقه و در واقع کفشای مجلسی ظریف زنونه پوشیده و در واقع الان کفشه داره میگه که جون مادر پاتو از تو من در بیار، دارم پاره میشم خواستی، دارم جر میخورم خواستی تو چشاشه. یعنی داره میگه که جون مادر پاتو از من در بیار، دارم جر میخورم خواستی تو چشای کفشه میبینم. و واقعا آخه مگه مجبوره؟ به قول این تصویره نوشته ای که نوشته، مگه آخه مجبوره آخه اینو بپوشه؟ اون همه تو دمپایی بپوش، تو اصلا باید دمپایی مردونه بپوشی با این پا، کدوم زنی پاش انقدر آخه؟ کفش جر خورد درش بیار بابا ناموسن. عکس بعدی میگه به روستای قلعه جق بزرگ خوش آمدید. به روستای قلعه جق بزرگ خوش آمدید. قلعه جق بزرگ، جق که البته حرف درستی که نیست، ولی یه ببین یارو این همه اسم توی لغتنامه ده خدا هستش و تو بعد بیای این اسمو واسه روستاتون استفاده کنی؟ یعنی یارو ببین چقدر با خودش فسنجون میخورده و یعنی ببین چقدر بدبخت بود اون طرف که گفته این اسم خوبه، بیای اسم روستا رو بزنیم قلعه جق. واقعا این داداش گلمون خلاقیت به خرج داده، انقدر به مغزش زور زده که قلعه جق بزرگ، آخه قلعه جق بزرگ What the fuck are you fucking serious. واقعا داداشمون اصلا. خب عکس بعدی میگه به به این عکس خیلی باحال، نگاه کنین. دو معجزه، این یه بچه بوده که اومده امتحان بده و جوابای جالبی توی امتحانش داده. ببینید دو معجزه از حضرت موسی را بنویسید. اینم یارو هم نوشته خیلی زیاد حرف میزد و عصای خیلی بزرگی داشت. حضرت عیسی علیه السلام چگونه خدا معرفی میکرد؟ نوشته به نام خدا عیسی هستم. نام دو سوره از قرآن مجید که به نام جانوران است را نام ببرید، عنکبوت، قورباغه و سگ اصحاب کهف. هیه توی قرآن همش نام سوره های جک و جونوره دیگه. حضرت زکریا چه نسبتی با حضرت مریم داشت؟ دوست پسرش بود. بچه ها من میخوام ببینم این چه بچه ای بوده که این جوابا رو نوشته، واقعا قابل تحسین. این حجم فرار از درس و این حجم hatred و تنفر از درس، واقعا کلن هیچ جای تاریخ کشورمون ندیده، هیچ جای تاریخ آموزش پرورش ندیده. جنگ احد بین چه کسانی رخ داد و نتیجه چی شد؟ بین ایران و عراق بود و ایران شهید شد. ایران شهید شد و عراق مفقود الاصل شد، مفقود الاصول. حتی من خودم نام کلمه‌شو درست نمیدونم، ولی اینی که نوشته فکر کنم غلط باشه. مفقود الاصل، مفقود الاصول، این هرچی چیزی شد. به تازه استاد یا معلم زیرش نوشته والدین عزیز لطفاً فکری بکنید من دیگه کم آوردم.
یه معلم کم آورده بچه ها از جواب و پاسخ این بچه بزرگوار. عکس بعدی میگه حماسه از ایرانیا، سیستم ابدایی بومی با کمترین هزینه. برای داداش گویمون رفته یه پایه فلزی گذاشته، روش لاستیک گذاشته و دستشوی ایرانی رو شبیه به توالت فرنگی کرده. دمت گرم داداش، باز هم حماسه آفریدی. خب این عکس خیلی جالبه، نوشته بوق نزن جوجه ها خوابند، سرویس جوجه ها. واسه یه جوجه ها سرویس گذاشتی؟ مگه جوجه ها هم مثل بچه های ما انسان ها مگه مدرسه میرن؟ سرویسشون کجا بود دیگه؟ میگه بوق نزن جوجه ها خوابند، سرویس جوجه ها نوشته رو کامیون. چه حرفی دارم بزنم؟ سرویس جوجه ها. اوکی. عکس بعد نوشته پرایده، انگار داره میگه این بابا خر شده میخواد منو بفروشه. پرایده یارو خودش نوشته و پرینت کرده زده، بعد ازش عکس گرفته که مثلا بگه که مثلا ماشین پرایدش مثلا میگه خودش داره حرف میزنه و میگه این بابا خر شده میخواد منو بفروشه. یعنی پرایده داره میگه یا این یارو میخواد منو بفروشه، نجات هم بدید، من نمیخوام فروخته بشم. یعنی این حرفو داشت این عکسی که الان نشون دادیم. عکس بعدی میره رو نیسان آبی، نوشته خاک تو سرت روزگار. بعد به روزگار و در واقع به دنیا فوش داد که نمیدونم منش چیه. یه خاک تو سرت دیگه، این همه بدبختی سر ما آوردی، خاک تو سرت که یه روز خوش از دست تو نداری. اینجوری بود یعنی. خب عکس بعدی پشت کامیون هستش که رو کامیون نوشته ببخشید پشتم به شماست. رو کامیون نوشته ببخشید پشتم به شماست. چه مردم خلاقی بابا. عکس بعدی میگه هر یه دقیقه پارک یه لاستیک پنچری، 5 دقیقه به بالا 6 و بدنه. یعنی اگه هر دقیقه پارک کنی توی هر دقیقه یه لاستیک رو پنچر میکنه. اگه 5 دقیقه به بالا نگه داری 6 و بدنه رو دیگه میزنه داغون میکنه داداشم. بعد موفق باشی داداش، فقط بعدش هم باید خسالتشو بدی. حالا پرای پیکان و نیسان زیاد مشکلی نداره اگه همچین کاری باش کردی، یعنی مثلا لامبورگینی پوش اینا شما همچین کاری بکنید ممکنه ازتون چندی میلیارد تومن از پولتون کم شدشون. الان ماشین توی وضعیت اقتصادی کشور ما خیلی بد هستش، یعنی بخوای خط بندازی شیشه بشکونی شما باید بری پولش هم بدی اگه اون یارو هم شهر خرم باشه. حتی خودت میدونی داداش اگه میخوای بشکونیم یا میخوای خط بندازی ماشینو یا لاستیک سوراخ کنی به عاقبت کارت هم فکر کن. فقط اینا رو گفتم که فقط بخندید، یعنی با هم فان باشی ویدیو. خب یکی از همکلاسی‌ها و یکی از بچه ها تولد معلمش بودش و روی کیک تولدش نوشته جون مادرت امتحان نگیر. یعنی ببین اون بچه چقدر زجر کشیده تا
که اومده به معلمش گفته جون مادرت امتحان نگیه. ای کاش ما هم که الان دانشگاه داریم میخونیم، ای کاش ما هم میگفتیم که امتحان نگیرم، ولی نمیشه. یعنی بچه چی کشیده اینقدر درس خونده که میگه سر تولد معلمش به کیکش نوشته جون مادرت امتحان نگیر. یعنی واقعا خیلی زجر کشیده وقتی داشته درس میخونده. عکس بعدی یه کیک هستش باز که لاو نوشته و بله لاو رو به جای که با او بنویسه با آ نوشته، با ای نوشته، کاملا چه با سوادیه که لاو رو با ای نوشته نه با او. شما زبان انگلیسی رو کلا زیر رو کردی داداش. عکس بعدی میگه کوچه هفت کچل، هفت کچل الی. هفت کچل چیه؟ هفت کچل الی. الیش درسته ها، الی میشه کوچه، ولی هفت کچل چیه آخه؟ سیون مثلا بنویس، سیون هرلس فوق فوقش. هفت کچل چی آخه؟ یه خارجی الان اینو ببینه چی میده؟ فکر نکنم اون خارجی بفهمه شما چی گفتید، حتی اگه آمریکایی نباشه. من میدونم شما باز هم پایه های زبان انگلیسی رو به لحظه در آورید دوست عزیز. دشویی WC یه دبل سی و دبلیو سی رو مده یه یو هم وسطش گذاشته. باز هم یه خلاقیت جدید. عکس بعدی میگه لطفاً با صدای بلند نگوزید، خطر ریزش سقف. زلزله دیگه نیستش که، گوز انسان اگه چقدر قدرت داره که مثلا ریزش سقف داشته باشه. لطفا با صدای بلند نگوزید، خطر ریزش سقف داره. دیگه چه کسی بودین یارو؟ خطر ریزش سقف حتما یه قبلا یه نفر بدجور گوزیده، حتما سقف افتاده روش و الان این اعلامیه رو زده و گفته که نگوزید، خطر ریزش سقف داره، چون اگه محکمتر بگوزید ممکنه سقف بریزه، آوار بریزه رو سرتون. وای چقدر جالب بود. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اینا بودن عکسای خنده‌دار ما. امیدوارم از این عکسای خنده‌دار ایرانی لذت برده باشید. بریم واسه خداحافظی که بعد از اونجا بای بای کنیم. خیلی ممنون که به این ویدیو نگاه کردی، تماشا کردی، حالا هر چی هست. خیلی ممنون که به این ویدیو نگاه کردی. من وفلیر هستم. اگه از این ویدیو لذت بودی لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن روشن کنید، از همه شما از ویدیو جدید با خبر شید. آقا عکسای باحالی بودن، حالا نه به خنده دارتره، به خنده دار بودن عکسایی که توی ویدیوی آریاکوکسر نمایش داده شد، ولی سعی کردم که خنده داراشو پیدا کنم و واسه تون اینجا نمایش بدم که شما هم بخندید، کلی حال کنید، کلی فان داشته باشید، کلی انترتین بشید، سرگرم شید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا اینجا من
خوشحال بشن که شما لذت بردید. واقعا هدفم اینه. منم به خاطر این تیک دهانی ببخشید. خیلی خودمو نگه داشتم که تیک نزنم و حالا نظر با شماست، یعنی نظر رو ویور باید بده، یعنی باید بگه که ویدیو من خوب بود یا نه. خیلی ممنون به این ویدیو نگاه کردید همتون رو. تا ویدیوی بعد به خدای یکتا میسپارم اگه خدایی وجود داره. Love you all and peace out.